به نام خداوند بخشنده مهربان. فضیلت های درود فرستادن بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. ستایش مخصوص ذات خدای است که پروردگار جهان است، همان ذاتی که در قرآن کریم خود چنین می فرماید: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پیامبر در تمام امور نسبت به مؤمنان از خودشان سزاورتر است و نظر و خواستش اولویت دارد و همسران او از لحاظ حرمت ازدواج و رعایت احترام در حکم مادر نشان هستند و در کتاب الله خویشاوندان در ارث بردن از یکدیگر نسبت به مؤمنان و مهاجران اولویت دارند و ملاک ارث خویشاوندی است نه ایمان و هجرت، مگر اینکه بخواهید با دوستانتان نیکی کنید و بخشی از اموالتان را به آنان بدهید. این حکم در آن کتاب لوح محفوظ نوشته شده است. گواهی می دهم که نیست معبودی برحق جز الله یکتا و به همتا، و گواهی می دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداوند است. درود سلام و برکات الهی بر او و بر همه آل و اصحاب و پیروان راستین او تا به روز جزا. اما بعد، درود فرستادن بر پیشوای بشریت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم گنج از خزائن خوبی است و در بزرگی از درهای اطاعت و فرمانبرداری است. فضیلت درود بر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بشمار است و لذت این فضیلت را با جز کسی طعمش را چشیده باشد نمیداند. شامل آرامش روح و روان، آرامش خاطر، گشادگی سینه و طعم شیرینی ایمان است. چنانچه که نبی کریم صلی الله علیه و سلم می فرماید: کسی که خداوند جل جلاله را به عنوان پروردگارش و اسلام را به عنوان دینش و از محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به عنوان رسولش و از محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم قبول کرده باشه، طعم و لذت ایمان را چشیده است. حق سبحانه و تعالی در کتاب مقدر خود به ما امر کرده است که بر پیامبرش و بر گزیده او حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم درود بفرستیم. الله سبحانه و تعالی می فرماید: ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. پیامبر در تمام امور نسبت به مؤمنان از خودشان سزاورتر است و نظر و خواستش اولویت دارد و همسران او از لحاظ حرمت ازدواج و رعایت احترام در حکم مادرانشان هستند. در کتاب الله خویشاوندان در ارث بردن از یکدیگر نسبت به مؤمنان و مهاجران اولویت دارند. و درود و صلوات فرستادن از جانب خداوند به معنای حمد و تسبیح است و از جانب فرشتگان استغفار و از جانب مؤمنان دعا است. از فضیلت های درود فرستادن بر پیامبران ما صلی الله علیه و سلم جلب رحمت خداوند و فضل عظیم او است، و اگر دعا از جانب خداوند به معنای رحمت است، پس او صلی الله علیه و آله و سلم است. فرمود: هر کس یک بار بر من صلوات بفرستد، خداوند 10 مرتبه بر او درود میفرستد. و در صلوات فرستادن بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم غم و اندوه را برطرف و سبب بخشش گناهان و باعث بالا رفتن درجات می شود. حضرت عبیه بن کعب رضی الله عنه می فرماید: ای رسول خدا، من بیشترین صلوات را برای تو می کنم، پس چقدر از دعای خود برای تو بکنم؟ گفت: هر چقدر که می خواهی. گفتم: 1 ربع.
گفت هرچی که میخواهی اگر زیاد کنی برای تو بهتر است. گفتم نصف. فرمود هرچی خواهی اگر زیاد کنی بهتر است. گفتم دو سلس. گفت هرچی میخواهی اگر زیاد کنی برای تو بهتر است. گفتم تمام دعاهایم را برای تو میکنم. فرمود آنگاه غم و اندوه تو برطرف میشود و گناهانت بخشیده میشود. و آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید هیچ مسلمانی برای من دعا نمی کند مگر اینکه فرشتگان برای او دعا می کند که برای من دعا می کنند، پس بنده آن را کم یا زیاد کند. و رسول خدا صلی الله علیه وسلم روز خیلی خوش بود که خوشی در چهره اش نمایان بود. صحابه کرام رضی الله عنهم گفتند یا رسول الله امروز خیلی خوشحال هستی که خوشحالی در چهره ات نمایان است. گفت آری، شخصی از جانب پروردگارم نزد من آمد و فرمود هر کی از امت تو بر تو صلوات بفرستد خداوند 10 حسنه برای او می نویسد و 10 گناه را از او محو می کند و 10 مرتبه از درجه او به بالا می برد. از فضای صلوات و درود بر پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم تکریمی نمازگزار بر پیامبر صلی الله علیه و سلم با رساندن درود به آن حضرت صلی الله علیه و سلم است و اجابت نمودن صلوات از جانب آن حضرت صلی الله علیه و سلم است. چنانچه که نبی کریم صلی الله علیه و سلم می فرماید خداوند فرشتگانی دارد که در زمین سفر می کنند و سلام امتم را بر من می رسانند و می فرماید هیچ کس به من سلام نمی کند مگر اینکه خداوند جل جلاله روح مرا مستجاب کرده است تا سلامش را به او برگردانم. ستایش مخصوص ذات خدایی است که پروردگار جهانیان است. درود سلام بر خاتم پیامبران سردار ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و بر همه آل و اصحاب او باد. صلوات فرستادن بر پیامبر صلی الله علیه و سلم باعث اجابت دعا در نماز و بدون آن در هر جای می شود. شد در جای رسول الله صلی الله علیه و سلم مرد را دید که در نمازش دعا می کرد ولی حمد و ثنای خداوند را نمی گفت و بر رسولش درود و صلوات نمی فرستاد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود عجله کن. سپس او را صدا زد و به او گفت هرگاه یکی از شما نماز خواند با حمد پروردگار شروع کند بعدن بر رسولش صلوات و درود بفرستد و بعد هرچی می خواهد دعا بکند. و همچنان حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه می فرماید دعا در میان آسمان ها و زمین معلق است و چیزی از آن بالا نمی رود تا اینکه بر پیامبر صلی الله علیه وسلم درود و صلوات بفرستی. اما تصدیق و تاکید می کنیم که صلوات بر پیامبر صلی الله علیه وسلم از نشانه های محبت و تکریم و تسبیح آن حضرت صلی الله علیه وسلم است و محبوب همیشه حبیبش را یاد می کند. چنانچه که الله سبحانه و تعالی می فرماید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. پیامبر در تمام امور نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و نظر و خواستش اولویت دارد. و در جای دیگری می فرماید فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. پس کسانی که به او ایمان آوردند و گرامیش داشتند و یاریش کردند و از نوری که به او نازل شده است پیروی نمودند آنانند که رستگارند. همچنان نبی کریم صلی الله علیه و سلم می فرماید هیچ یک از شما ایمان نمی آورد تا اینکه من نزد او از پدر و پسرش و همه مردم محبوب تر باشم. خداوند درود و رحمتت را بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و آل و یارانش بفرست و از کشور ما مصر و بقیه کشورهای جهان محافظت کن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.